ببین ربات فیلمبرداری خیلی خفنه، ولی خیلی گرونه. سانسور می‌ذاری؟ سلام، من محمد رضام و اینجا گوریلا استدیو. خیلی خوش اومدید. احتمالاً اسم ربات بالت یا همون ربات فیلمبرداری به گوشتون خورده. رباتی که هر مسیر رو که دلتون میخواد میتونید بهش بدید و اونم مثل یه بچه خوب مسیر رو طی میکنه، کاری که تقریبا هیچ فیلم برداری نمیتونه انجام بده. پلانایی میگیره که مغزتون رو منفجر میکنه. ما چند تا ویدیو محصول دیدیم که با ربات بالت فیلم برداری شد. گفتیم بالت که نداریم، ولی آیا میتونیم حرکت بالت رو شبیه سازی کنیم؟ آیا میتونیم به جنگ این هیولای چند صد هزار دلاری بریم یا نه؟ همونجور که میدونید برای فیلمبرداری از محصول با استفاده از ربات بالت به این صورت که محصول ثابته و ربات به دور محصول حرکت میکنه. ما چون مسلما ربات رو نداریم، گفتیم دوربین رو ثابت در نظر بگیریم و محصول رو بچرخ کنیم. ما محصول خودمون رو روی سینی برقی چرخون قرار دادیم و از چهار طرف بهش نور تابوندیم تا یه نور یه دست فلت داشته باشیم. سینی برقی چرخون وظیفه‌اش اینه که حرکت رو به دور محور ایگرگ انجام میده. ما سینی برقی چرخون رو روی سپایه قرار دادیم تا حرکت به دور محور ایکس رو هم داشته باشیم. ما علاوه بر این که محصول خودمون رو تو همین زاویه و همین حالت فیلم برداری کردیم، اون رو به صورت برعکس هم روی سینی چسبوندیم و به صورت برعکس هم اون حرکت رو ضبط کردیم تا بتونیم همه زوایای این محصول رو داشته باشیم. تا وقتی که بعد از ادیت این اتفاق انجام شد، اون حس حرکت ربات بالت به دور محصول به شما منتقل بشه. برای بک‌گراند هم به این فکر کردیم که اگر یه بک‌گراند با پرسپکتیو داشته باشیم کار خیلی جذاب‌تر میشه. چند تا ایده داشتیم. ایده اول این بود که طبق حرکت پاکت ها ما توی واقعیت دوربین رو حرکت بدیم. فکر کردیم اصلا شدنی نیست. به یه راه حل دیگه فکر کردیم. گفتیم یه عکس 360 درجه از محیط استادیوم بگیریم و اون رو توی نرم افزار با دوربین نرم افزار حرکت بدیم. با نرم افزار HDRI روی موبایل از فضا یک عکس 360 درجه گرفتیم، اما اون چیزی که مد نظرمون بود نشد و عکس‌ها اون کیفیت رو نداشت. برای همین خیلی ناامید برگشتیم به ایده اولمون و در کمال تعجب با چند تا ضبط پشت سر هم اون پلانی که می‌خواستیم ضبط شد. بعد از فیلمبرداری اولین کاری که باید می‌کردیم جدا کردن بک‌گراند از پاکت‌های آب میوه بود. ما با ابزار روتوبراش پاکت‌های آب میوه رو جدا کردیم و با کی فریم زدن اونا رو مرکز تصویر حفظ کردیم. اگر نمی‌دونید چطور میشه با ابزار روتوبراش کار کرد، ما این ویدیو رو آماده کردیم، می‌تونید روی لینکش کلیک کنید و اون رو تماشا کنید. حالا نوبت میرسه به این که از یه تمی بریم به یه تم دیگه و با حرکت رباتین اتفاق بیفته. ما برای مچکات زدن نمای روبروی همه پاکت ها رو انتخاب کردیم تا اون پرسپکتیو رو نداشته باشیم و به راحتی این شکل بگیره و به درستی و دقت بالایی داشته باشه. برای این کار یعنی کات زدن بین تم ها، ما نمای 360 درجه همه پاکت ها رو ضبط کردیم تا وقتی که اونا به روبرو میرسه و نمای روبرو رو میبینیم، کات زدن اونجا شکل بگیره و ترانزیشن اتفاق بیفته. بعد از همه این کارا میرسیم به تایم ریمپینگ و با استفاده از اون میتونیم سرعت اون تیکه‌ای که داره انگار ربات بالت حرکت میکنه رو بیشتر کنیم تا اون شبیه‌سازیه بهتر اتفاق بیفته. یه جمع‌بندی کلی بکنیم. ما به جای اینکه دوربین رو حرکت بدیم، محصول رو حرکت دادیم. بعد از اون بک‌گراندش رو حذف کردیم، برای پرسپکتیو هم فیلم برداری کردیم و به بک‌گراند اضافه کردیم و در آخر با مچکات بین تم‌ها سوئیچ کردیم. در آخر باید بگم که سانستار نه اسپانسر ماست و نه ویدیو رو برای اون ساختیم، صرفا چون گرافیک جذابی داشت پاکت‌هاش سراغش رفتیم و این ویدیو رو اجرا کردیم. خیلی ممنونم که تا اینجای کار با من همراه بودید. اگر این مدل محتوا و این یه ویدیو رو دوست دارید، لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و اگر هر سوالی راجع به این ویدیو یا هر ویدیو دیگه‌ای داشتید، میتونید در قسمت کامنت ها از من بپرسید و تا قسمت بعد خلاق بمونید. اینم بیور خودت.